در مسیر خونه احمد به سمت خونه خودم هستم و فرصت رو گذاشتم برای فکر کردن به تو و در واقع صحبت با تو. و جالب که امروز هم به من عکست رو فرستادی، عکسی که از بیمارستان برگشته بودی و عمل روی رگات کردن. و آره، یه جمله خیلی قشنگی به من گفتی وقتی که من درباره احمد برای تو حرف زدم. اون موقع که از بیمارستان اومده بود و حتی دوتا پله رو نمیتونست بره بالا، بعد وقتی که چون خونش طبقه سوم که خب باز نظر ما طبقه چهارمه، چون هنگ کف و اینا طبقه حساب نمیکنم، و میخواست خودش بره بالا، با آمبولانس آورده بودن رو برانکارد و احمد میگه که من خودم میخوام برم. بعد وقتی که اینا میگن باشه برو، تو دومین پله بیهوش میشه و اینا میگیرنش و میارنش بالا. تعریف میکرد اینو و یاد خودم در 20 سال پیش افتادم که به بیماری های سرطان حسرت میخوردم. یادم اون موقع که تو بیمارستان منو برده بودم و داروهای اینقدر اگریسیف به من میدادن و من اینقدر معنای زندگی برام از بین رفته بود. به سرطانیا گفتم خوش به حال سرطانیا، گفتم حداقل سرطانیا آسمون رو قشنگ میبینن، دنیا رو مثل من اینقدر تیره و تار نمیبینن، اینقدر از دیگران خودشونو دور احساس نمیکنن و اینقدر درونن به بیمعنایی، به شک، به تزلزل نیفتادن، بلکه روی بخشی از بدن خودشون ناراحت هستن. ولی من روی اصلا نگرشم به جهان. و موقعی که منو تو بیمارستان اینقدر دارو داده بودن که بعد من نمیتونستم خودم رو، یعنی خیلی ضعیف بودم و خیلی بیحال بودم، اینقدر شور زندگی در من باز میجوشید و میجوشید که دیگه بهمن شوهر خواهر من برگشته بود، گفته بود که عجب این زیبا شور زندگی داره. من یادم رفتم پایین از بیمارستانی که یه ساعتهای خیلی خاصی اجازه میدادن و درش هم بسته بود، یادم رفتم پایین، اینقدر ضعیف شده بودم و اینقدر
احساس ناتوانی میکردم، بعد با خودم یه آرزو کردم، اینکه بتونم دستامو چند بار تکون بدم و بالا و پایین ببرمشون. شروع کردم به شمردن، یک، انقدر یک برام سخت بود، برای اینکه دستام باز نمی‌شدم، نفس نفس می‌زدم، بعد به دستام به سختی بالا می‌رفت و بعد می‌گفتم حالا اگه بتونم دو، و اگه بتونم سه، و اگه بتونم تا پنج. این برای من یه آرزو شده بود که من پنج بار دستامو بالا و پایین ببرم و اون صحنه تو ذهن من الانم هست، در اون جایی که جلوی بیمارستان در فضای ناخوشایند من تلاش برای زنده بودن می کردم، زندگی کردم، نه زندگی کردم بلکه زنده بودن، تا زنده بودن. این دوران برای من سالها طول کشید تا من خودم رو ذره ذره در واقع از اون سرطان روحی، سرطانی که وقتی می رفتم برای معالجش کسی راه معالجه ای نداشت، می گفتم باید باش تا آخر عمر کنار بیای با این داروها، و منو برای همیشه تا آخر عمرم بیمار نوشتم. خیلی کسا در این سالها دنبال من بودن که از من به عنوان یک مورد درآمدشون استفاده کنن و بگن که این مریض ماست، تا من از من مراقبت بشه، داروهام داده بشه، کارام، کارهای اداریم انجام بشه و ده ها کار دیگه. و این یعنی من با دست خودم امضا می کردم که من مریضم. تلاشمو کردم که اینو نپذیرم و به همون همه کارامو خودم انجام بدم. تفاوتی که بیماری من با بیماری توگزینگ یا بیماری احمد داره این بود که این بیماری به عنوان یک چیزی شناخته شده بود که شما با بیماری های خودتون دکتراتون با شما همراه بودن. هرچند که خوشبختانه احمد در آخرین مرحله با دکتراش همراهی نکرد و به قول خودش در رابطه با خودآگاه و ناخودآگاه و در واقع میشه گفت با همراهی با من مسیر درمانش تغییر کرد و بدون اینکه اصلا متوجه بشه در یک حرکت بطئی و آروم این بیماریش
بر این بیماریش غلبه کرد. و روزی که به من گفت زیبا، تو هیچ وقت این رو بیماری منو بهش اهمیت ندادی و هیچ وقت منو بیمار ندیدی و همینطور با من چنان رفتار کردی که وجود من، بدن من پذیرفت که بیمار نیست و خودش رو دوباره بازیافت. و من در اون شرایط نه فقط باید مقابل دکترها و سیستم درمان آلمان و ایران و سیستم در واقع اون چه که در جهان بود وای میستادم، یک تنه در مقابل خانوادم، در مقابل همه کسایی که در جبهه این دکترها بودن و میگفتم و من باید حرفای اونا رو گوش بدم. من با اونها، یعنی تفاوت من با شما اینه که شما حداقل یه بخشی رو داشتید که با شما همراه بودن، ولی همون بخش با من، در رابطه با من، مقابل من بود. هرچند که نباید اینم نادیده بگیرم که به طور مقطعی و اون اوایل وقتی که اومدم آلمان همین شیوه متعادل تر در آلمان که دیگه شوک الکتریکی نبود یا سرکوب وحشتناکتر نبود، همون عامل باعث یه نفس به وجود من شد، همون عامل یه پازی به وجود من داد که خودشو بتونه بازسازی بکنه و بهتر بتونه خودشو کنار از این بیماری بیاره بیرون. به خصوص این که خانوادم که در رأسش پدر و مادرم بودم، به خصوص مادرم که به شدت سرکوبگر من و تایید کننده این بیماری من بود، بیماری من بود، من از اونها دور شده بودم و این دور شدن یک رهایی برای من بود و یک فرصتی برای بازسازی من. جمله قشنگی که بعد از شنیدن حرفای من در رابطه با احمد گفتی، زیبا منم خوب کن، خیلی قشنگ بود. اصلا انگار مثل یه تیری رفت توی قلبم و انرژی این جمله خیلی قوی بود. زیبا منم خوب کن. بهت گفتم بذار روش برنامه ریزی کنی، بذار روش فکر کنی. تو ذهن من یه سری برنامه ها اومده بود ولی اتفاقاتی افتاد که اون برنامه ها به هم خوردن. بعد با خودم گفتم نه، نه، باید بذارم ببینم چی پیش میاد، بذارم ببینم از درون من
چی پیش میاد. و امروز این عکست فرستادی و من با خودم گفتم این حرفا رو برات بزنم، چه خواهد شد و چه می شود. بذارم فعلا خودش بیاد ببینم از درون من چی میشه، چون تا به این فکر کرده بودم همونطور که گفتم اتفاقاتی این کلیشه ها رو به هم زد و باید بذارم جاری بشه در درون خودم، خودش بیاد و خودش بیاد و خودش هم به زبونم بیاد که چه باید بکنم. وقتی اطرافیانی داشته باشی که با تو همراه باشن، با برنامه‌هات، با کارات، با و مشوقت باشن، احساس بکنی که چقدر خوبه که اینا رو داری، یک نعمت بزرگیست. نعمتی که برای من نبود و نبود چنین افرادی برای من نعمت شده بود، چون حداقل اونایی که پای منو میکشیدن، اونایی که مقابل من وای میستادن، ترحم میکردن و تحت عنوان دلداری روی زخم های وجودم نمک می پاشیدن یا مراقب بودن که من داروامو بخورم، نبودشون چقدر برای من خوب بود. و در زمانی که من احساس کردم آدما برای من وجودشون اذیت کننده است، پناه بردم به گیاهان و حیوانات و کارهای مختلفی در رابطه با آدما که اونها کاملا دیستانس و فاصله با روح من داشتن و فقط در ارتباط با آدمایی بودم که باهاشون فاصله های روحی داشتم و فقط در روابط کاری خاصی مثل باغبونی، گلکاری، رنگکاری، نقاشی یا حیاتی، کارهای مختلف این چنینی باهاشون در ارتباط بودم که مبادا وارد دارانهای وجود من بشن و باز هم منو در اون سیری که شروع کردم قدم بردارم با ترحم ها و نادانی های خودشون باز باعث کندی مسیر من بشن. این ارتباطات قشنگی که انسان با افرادی داشته باشه که احساس بکنه که وجودشون تکیه گاهه و کلامشون جان بخشه و رفتارهاشون تقویت کننده است و و و و و
خیلی نعمت بزرگیه، خیلی. و من این رو نداشتم و در مقطعی از نداشتنش خوشحال بودم، به واسطه اینکه وقتی همونطور که گفتم با شناخت اون به اصطلاح بیماری من در جبهه کسانی قرار می گرفتن که تحت عنوان درمان منو با درد سرکوبم می کردن و من و وجودشون برام درد و صد چندان میکرد. خب الان وقتی مقایسه میکنم میبینم چقدر تونست احمد با همین تکیه‌گاه دوستان، با همین تکیه‌گاه فردی مثل من که در واقع با شیوه های خودش حامی احمد بود، خب دلم میخواست که فردی مثل احمد و همینطور در حال حاضر فردی مثل تو اون پروسه تنهایی، اون پروسه ترس و لرز هایی که من از ابتکارات خودم داشتم و یک تنه داشتم در این مسیر می رفتم و می تونید تصور کنید که چقدر این ترس می تونست بزرگ باشه و یک همراه درونی و یک کسی که بتونه حتی تو رو با اون درونیاتت پذیرا باشه و همراهی کنه چقدر کم بودش، حس می شد و چقدر حتی وجود کمرنگ کسی می تونست نقشه بسیار بزرگی برای من داشته باشه برای مسیر درمانم که به واسطه یه نقشی که یه انسترون مکتب برای من ایفا کرد و نقشی که داشت و در اون مسیری قرار گرفت که من بودم و همراهیم کرد، همون امر، همون حرکت ها در همون مکتب باعث شد که من تا آخر عمرم خودم رو بهش متعهد بدونم، متعهد حداقل تا آخر عمرش، هرچند که بعد از کوتاه مدتی که من تونستم، یعنی بعد از 2 سالی که تونستم خودم رو یه جونی گرفتم، رو پاهای خودم تونستم وایستم، احساس شک و تردیدش و مقابله هایی که با من شروع کرد خیلی خیلی شدیده، شدیدتر از اون مراحلی شد که من با در مقابل دکترا و مخالفای خودم داشتم. اما خب دیگه من اون آدم ضعیف 2 سال پیش نبودم و این مقابلش با من دیگه اثری رو نداشت که میتونست در 2 سال پیش حتی باعث واقعا نابودی من بشه. حالا وارد اون مسئله نمیشیم و میایم سر
اینکه چطور میتونیم، یعنی پاسخ به اون سوال تو که منم خوب کنم.